تست که شما در فلزیاب های پالسی، بوغی، وی ال او یا هر نوع فلزیابی که مغناطیسی هستن و بنابر اصول تغییرات مغناطیس یا جریانات تغییر فاز واکنش نشون میدن میبینید روش های درستی نیست مثل اونجا که کول ثابت بود فلز رو از جلوش عبور میدادن حالا اینجا زمین رو برای همون فلزیاب کندن که فلز رو بزنن زیرش خاک رو بریزن روش بگیرن خب این سیستم نقطه در است روش آسه یا روش حرکتی نیست یه روش غیر حرکتی یا نان موشنه البته بهش غیر تفکیکی هم میگن بستگی به نوع دستگاه ها داره این شرایط و این نوتس کردن برای تشخیص عمق فلزیاب های پالسی بوغی خدمتتون عرض کنم فلزیاب هایی که مغناطیسی ان یا وی کار درستی نیست که بخوایم بگیم این عمقو میگیره این فقط اومده نشون میده این میتونه عمل کنه آیا در روش حرکتی هم به همین میزان میتونه عمل کنه همین فلز رو در همین نوع میتونه بگیره نمیتونه بگیره چون در این شرایط بالانس ها به هم میریزه چون حساسیت رو در اینجا میشه افزایش داد نقطه زنی حرکت کوهل به صورت مداوم یک سره نداریم که با شرایط مغناطیسی مواد مختلف رو به روشه و تعادل خوش از دست بده در اینجا خب مشخصه میریزید خاکم روش میریزید حالا اصلا سنگ بریزید بوتون بریزی، ساروج بریزی، هر چی که بریزی چون کول. حرکت آن چندانی نداره در نتیجه این نوع عملیات برای جستجو و مشخص کردن عمق دستگاه پالسی بوغی یا ویل و تیار کار اشتباهیه در جنبه تبلیغاتی داره که همه دارن استفاده میکنن ما کاری به کمپانی شخص یا افراد یا زمین های کاری متفاوت نداریم کسی رو زیر سوال نمیبریم داریم واقعیتان رو میگیم که بدونید این روش درست تست کردن برای مشخص نمودن اهداف در عمق زیاد به خصوص طلا نیست